جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل همراه ما هستند. آقای روشندل، حدودا دو هفته دیگه مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در ایران انجام میشه. رقابت های انتخاباتی هم که خب در آمریکا در جریان هست برای رئیس جمهور بعدی که در کاخ سفید قرار بگیره، اما تحریم ها بر جمهوری اسلامی هم در حال افزایش. چشم‌اندازی میبینید برای تغییری در وضعیت کنونی؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ببینید، این مقدماتی که شما فرمودید در مقابل تغییراتی که در پیش است در داخل ایران و یا تغییراتی که در آینده نزدیک در آمریکا پیش رو خواهیم داشت، دلیل بر این نمیشه که تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال مثلا در این مورد به خصوص کنوانسیون بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی نادیده گرفته بشه یا به دلیل این تغییرات بخوان در اون تساهل بکنن. به خصوص این که طبق گزارشات جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه عضو این کنوانسیون هست، موجودی سلاح‌های شیمیایی رو گفته که از بین برده، ولی از اعلام کامل فعالیت‌ها و تأسیسات شیمیایی خودداری کرده. حالا با انتخاب رئیس جمهوری جدید آقای پزشکیان، سوال این هستش که آقای پزشکیان آیا سعی میکنه این نوع مشکلات موجود رو با دولت‌های غربی از سر راه برداره یا نه همچنان مواضع به خصوص خودش رو، یعنی به خصوص جمهوری اسلامی رو، چون ما هنوز آقای پزشکیان نمیدونیم که چه نوع رئیس جمهوری خواهد بود. ولی اتفاقا در خلال 24 ساعت اخیر میبینیم که ایشون صحبتی که میکنه در مورد مثلا فشارهای آمریکا، فشارها رو بی ثمر میدونه و اعلام میکنه که ما ساخت سلاح هسته‌ای در برنامه خودمون نداریم، در حالی که این حرفا مغایرت داره با صحبتهای وزیر امور خارجه سابق ایران که گفته که ما میتونیم در صورت لزوم اون دکترین نظامی ایران رو عوض بکنیم و بمب اتمی هم تولید بکنیم. بنابراین این تغییرات علی‌رغم این که به نظر میاد میبایستی در جهتی بره که تشنج زدایی بکنه، ولی من خیلی فکر نمی‌کنم که یک چنین نتایجی رو در آینده نزدیک بتونیم شاهد باشیم. در این صورت آقای روشندل، پس هر گونه مذاکره احتمالی رو هم در واقع یا به تعویق میندازه یا به طور کامل از بین میبره، درسته؟ مذاکره ببینید انجامش، خب چند روز گذشته جمهوری اسلامی مقاماتش اعلام کردن که ما داریم مذاکره میکنیم حتی با آمریکایی‌ها، در حالی که همین روز گذشته آمریکایی‌ها کاملا این رو رد کردن و گفتن یک چنین مذاکره در پیش رو نیست. و اصولا انجام مذاکره در شرایط فعلی که دولت بایدن و دولت دموکرات‌ها با یک بحران نامزد آینده روبرو هستن، یک ریشه به چی میگن تیشه به ریشه زدن آینده حزب دموکرات خواهد بود. چنین مذاکراتی یک موقعی میتونست مؤثر باشه که حاصل اون این باشه که روی یک مسئله اتمی یک توافق چشمگیری صورت بگیره که دولت آقای بایدن بتونه از اون به عنوان یک برد انتخاباتی استفاده بکنه. به نظر نمیاد که در شرایط فعلی که خود آقای بایدن دچار مشکلاتی هستند و در داخل ایران هم مهار به اصطلاح نتایج انتخاباتی در رأس برنامه قرار گرفته و نه به اصطلاح واقع گرایی و رسیدن به اون تعهدات و راه‌های عملی اون رو پیدا کردن، کسی راجع به اونا فکر نمی‌کنه. همچنان جناح تندروی اسلامی به نظر میاد که شعارها رو تعیین میکنه و آقای پزشکیان هنوز قادر نیست که اون سیاست خودش رو به صلاح عملی بکنه و معلوم هم نیست که در چند هفته آینده که مراسم به صلاح عملی شدن ریاست جمهوری صورت میگیره بلافاصله بتونه روی مسئله سیاست خارجی عمل بکنه. مهمترین معضلات کشور چیزهای دیگری هستن، مشکلات داخلی هستن و همین مسائل عملات شیمیایی هم خودش ریشه از مسائل داخلی ایران در دو سه سال اخیر داره که جمهوری اسلامی بدون اینکه پاسخگو باشه مواد شیمیایی را علیه دختران مدارس
به کار برد که اونها رو در قبال جنبش مهسا به صلاح از حرکت باز بداره و همه اینا مسائلی هستش که ایران روبروش هست و بعید هستش که بتونه به مسائل تحریم و رابطه بین المللی اون هم با این سرعت برسه. خیلی متشکرم از شما جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل.